سالی اینجا هستم و لیسانس هنرم از فرانسه گرفتم در سال 82 و سال 88 به آمریکا آمدم و از سال 2099 در حقیقت در زمینه سرامیک کار کردم و تا به امروز و الانم در جنوب کالیفرنیا این سرامیک رو دارم به هر روز انجام میدم. در برنامه هایی که در نظر داریم راجع به سفال قدیم ایران صحبت بکنیم و سفال های آمریکایی که شبیه سفال های قدیمی آمریکایی که شبیه سفال های خود قدیم هستن، ایرانی هستن، نقش و نگارشون یکی هستش، از اینا استفاده خواهیم کرد و راجع بهشون صحبت خواهیم کرد و همچنین در رابطه با سفال های جدید آمریکا که بدون لعاب هستش و اینها سفالای سرخپوستای آمریکایی هستش بدون لعاب ولی براق هستش، رنگ داره ولی بدون لعاب هستش، هم بیشتر توضیح بدیم. این پروژه میخوام نشون بدیم، یکی از برنامه‌ها نشون دادن سفالای اخیر ایران هستش. در سفرهایی که به ایران کردم و تجربه‌هایی که در دانشگاه ورکشاپ‌هایی که داشتم، سفری هم که به لاله‌جین همدان کردم و این سفال‌ها رو از اونجا آوردم که به این شکل بودن، لعاب‌های مختلفی رو روشون تجربه کردم و می‌خواهم در برنامه‌هایی که داریم لعاب‌های جدیدی رو روی کارهای جدید با هم تجربه کنیم و همچنین در برنامه‌هایی هم توضیح خواهم داد که لعاب‌هایی که در ایران انجام میشه، لعاب‌های سربی گرفته تا لعاب‌هایی که نقش و نگار داره، چی هستن و چه جوری انجام میشن. اینها با هم دیگه برنامه‌های مختلفی خواهد بود که در این برنامه ما وجود خواهد بود. یکی دیگه از اهداف این برنامه‌ها این هستش که راجع به کوره‌های مختلفی که موجود بوده و هست صحبت کنم و لعاب‌های مختلف از جمله رکو، وود فایرینگ، گلیز فایرینگ اکسیدیشن، گلیز فایرینگ ریداکشن، سالت فایر اند های فایر نو گلیز و همچنین مایولوکا. اینها رو در برنامه‌های مختلف میتونیم یکی یکی مرور کنیم و با هم انجام بدیم تا ببینید چه جوری انجام میشه. هدف ما برای ساخت این برنامه فرهنگی مردمی کردن سرامیک در ایران و به سطح جهانی رسوندن سرامیک ایران هستش. برای تهیه، تولید و پخش این برنامه‌ها ما نیاز به کمک‌های اقتصادی هموطنان داریم و به این منظور هر کمکی که از هموطنان به ما برسه با آغوش باز استقبال می‌کنیم. عزیزانی که تمایل به همکاری دارن با شماره تلفن و آدرسی که در انتهای این برنامه هست میتونن تماس بگیرن. خیلی ممنون.